سلام، امروز اومدیم یکی از دریاچه های نمکی و زیبای ایران، اینجا دریاچه نمک خور و بیابانکه که بزرگترین دریاچه نمکی ایران محسوب میشه، که البته از منابع مهم ماده معدنی پتاس در جهان هم به شمار میره. این جاذبه طبیعی و شگفت انگیز به عنوان دریاچه کویر مصر هم مشهوره. بچه‌ها، این دریاچه 2000 کیلومتر وسعت داره و بزرگترین دریاچه فصلی نمکی ایران محسوب میشه. خب آقا، ما رفتیم اقامتگاهمون، نهارمون رو خوردیم، الان داریم میریم جای بعدی. بزنید بریم. دریاچه نمک اینجایی که ما هستیم با دریاچه حضورسلطان فرق داره، این دوتا رو با هم قاطی نکنید. خب دریاچه نمک خور و بیابانک هیچ ارتباطی با دریاچه حضورسلطان اصلا ندارن، یعنی دوتا مبحث کاملا متفاوت هستن. قم سمت قم هست، توی قم هستش. آره، این دریاچه الان ما توش وایستادیم، حدود 2 میلیون سال پیش ایجاد شده از طریق رانش زمین، یه جوری میشه گفت برخورد صفحه های زمین، رانش زمین، لجن هایی که زیر زمین بوده، رسوباتی که وجود داشته، این دریاچه ایجاد شده. اگر که الان یکم آفتاب بیاد به قول علیرضا، قشنگ نور میخورده، شما میدیدید که این بازتاب نور رو روی اینا میدیدید. بچه ها، این چند زلی هایی که زیر پاتونه، من خواهش میکنم پاتون رو روی این لبه ها نذارید. آره، دلیل تشکیل اینا زیر این زمین بین 5 تا 10 سانتی متر لایه نمک هستش. اینجا روزها روزای گرمی داره، روزای خیلی گرمی داره، شبا خنک هستش. این اختلاف دما باعث میشه که رطوبت این نمک ها از دست بره. وقتی رطوبت نمک از دست میره، این نمک ها میشکنه. وقتی اینا میشکنه، همینجور لایه های زیریشون هم رطوبتشون رو از دست میدن و این باعث میشه که اینا یه حالت شکننده پیدا میکنه، میاد بالا و باعث میشه که این چند زلی های زیبا شکل بگیره. یه بشه که نه الان خیلی جا. نه، چرا فقط این لبه ها میاد بالا، چرا کلا نمیاد بالا؟ نه، چون فشار میاد بهشون، چون وقتی که فشرده میشه از یه طرف اینو میزنه بیرون، بعد اینجوری حالت کورت مانند پیدا میکنه. بچه ها، دریاچه نمک خور و بیابانک تقریبا 2000 کیلومتر وسعت داره که بزرگترین دریاچه فصلی نمک ایران به حساب میاد و ارتفاعش 707 متر از سطح دریا جزو کم ارتفاع ترین نقاط فلات ایران محسوب میشه. بچه ها، اگه بخوام از ویژگی های این دریاچه بگم، عمق کم نمک اونه نسبت به سایر دریاچه های نمکی که تو ایران وجود داره، طوری که عمق اون به 5 تا 10 سانتی متر میرسه، که اینم به خاطر حرکت دائمی سفره های آبهای شور زیرزمینی و لجن های سیاه لایه های زیرینه. ببینید که در واقع مانع شکل گیری و تراکم پلتفرم‌های نمکی میشه. ببینید، یعنی ایرانمون انقدر خفنه. بعدم میدونید که پتاس یا پتاسیم هیدروکسید از قوی ترین بازها و ترکیبای معدنی به شمار میره ها، الکی نیستا. واسه همینم از اهمیت صنعتی خیلی بالایی برخورداره. بچه ها میخوان آتیش درست کنن. یکم دیگه بمونیم ببینیم اینجا میتونیم ستاره ها رو ببینیم.
اقامتگاه و دیگه رفتیم تو سالن غذاخوری جمع شدیم. چرا؟ چون تولد این خانم خوشگله بود و لیدرامون سورپرایزش کرده بودن. ما هم حسابی اونجا زدیم و رقصیدیم و خوش گذروندیم و کیک هم البته خوردیم. بعد از این که کلی اینجا گپ و گفت کردیم و کیک خوردیم، با هم دیگه همگی جمع شدیم اینجا و بازی کردیم. اما خب محتویات بازی رو نمیتونم براتون بذارم، شرمندتونم. اینجا روستای مصره که قدمت 100 ساله داره. حالا چرا این روستا در ایران اسمش مصره؟ یک قرن پیش شخصی به نام یوسف اولین نفری بود که پاشو توی این روستا گذاشت و کم کم با آباد شدن اینجا تعداد ساکنین بیشتر شد. سالها بعد که به مشکل بیابی خوردن، یوسف با حفر چاه روستا رو از بیابی نجات داد. ولی این اتفاق باز چند سال بعد تکرار شد و چاهای عمیق‌تری حفر کردن. به همین دلیل مردم خواستن اسم این روستا رو چاه دراز بذارن. اما یوسف به دلیل علاقه زیادی که به داستان حضرت یوسف داشت از مردم خواست که اسم اینجا رو مصر بذارن و مردم هم چون یوسف رو خیلی دوستش داشتن اسم اینجا رو مصر گذاشتن.